بینندگان گرامی، سلام و وقت بخیر. به یک برنامه ویژه دیگر از دری میدیا خوش آمدی. یک شهروند کشور از انگلستان در یک گفتگوی تصویری میگوید که میترا امانی، گوینده موفق و پرطرفدار تلویزیون تولو، با شوهرش مشکلی ندارد ولی از یک بحران دیگر به شدت رنج میبرد. و افسوده است که بسیاری از گفته‌ها و قضاوت‌ها در مورد شوهر میترا امانی نادرست است و شهروندان کشور نباید شوهر میترا امانی را مورد دشنام و ناسزاگویی قرار دهند. او جیگرا، او جیگرا، ما میگم یک سلام دیوانگان نمیتونم کلگی. اگر میخواهید تا از جزئیات این موضوع آگاه شوید، پس تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. اما قبل از آن و جهت حمایت از ما، لطفاً ویدیو را لایک نموده و چینل ما را سابسکرایب کنید. ساعت و نیم ساعت کلای خوبش خوبش چند دان است؟ ایدار یک افتاد دانه دارد. افتاد دانه کلای خوبش اصل دو نیم ساعت سایست؟ به دنبال غیبت یکبارگی و ناگهانی میترا امانی، یک تن از چهره‌های فعال و پرطرفدار رسانه‌ای کشور، بگومگوهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده و این موضوع همچنان گنگ و مبهم است که وی کجاست و چه می‌کند. علاقه‌مندان اخلاق، برنامه‌ها و استعداد ویژه میترا امانی می‌خواهند بدانند که این گرداننده موفق و خوش اخلاق چرا به یک بارگی پنهان شد و چرا با مردم، رسانه‌ها و فعالیت‌های اجتماعی خداحافظی کرده است. جمع زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی شوهر میترا امانی را مقصر می‌دانند و برخی از زنان افغان مدعی‌اند که زندگی با شوهر افغان واقعاً سخت و محدود کننده است. ایره من براتون 99% نه 150% میگم ای ده خانه ای که رفته آرسی کرده سر ظلم و ظالمی است. خیلی بخوای با احساسی با یه چیزی خیلی برخورد کنی به مشکل برمیخوری. آنان مدعی‌اند که شوهر میترا امانی این بانوی فعال رسانه‌ای را به این وضع رسانده و او باعث شده است تا میترا هیچ فعالیتی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نداشته و با مردم ارتباطی هم نداشته باشد. چقدر سختی‌ها را که ما نمی‌کشیم. حالا مردم ما خب بیاد یک بعضی ها ادعا کردند که وی مریض شده و حتی افرادی گفته بودند که متاسفانه میترا امانی به بیماری سرطانی مبتلا شده و مریضی وی را به این روزگار رسانده است. گفته نیست که این گفته ها هیچ کدامشان از سوی میترا امانی، شوهرش و نزدیکان این بانوی فعال رسانه‌ای پیشین تایید و یا رد نشده و آنان در این مورد ساکتند. به تازگی یک شهروند کشور مدعی است که میترا امانی خوب است و سوی شوهرش مشکلی برای وی وجود ندارد. وی بسیاری از قضاوت‌ها را نادرست عنوان کرده و افسوده است که خیلی‌ها خارج را نیز افغانستان فکر می‌کنند و به همین جهت قضاوت نادرست می‌کنند. اینجا دیگه مثل افغانستان نیست. اینجا شما با فکر افغانی، با فرهنگ افغانی آمده نمیتونن که بالای خانه متون نیست میترا امانی شما فکر ظلم میکنن. و افسوده است که در افغانستان درست است که خیلی از مردان بر زنانشان ظلم میکنن و جمع زیادی میتوانن تا مانع تحصیل زنان، دختران و خواهرانشان شوند. اما به گفته وی وضعیت در خارج از افغانستان و به خصوص در کشورهای غربی و اروپایی کاملا متفاوت است. و افسوده است که در خارج کسی نمیتواند تا خانومش را زندانی کند و او را از شبکه‌های اجتماعی دسترسی به اطلاعات و فعالیت‌های اجتماعی باز دارد و یا به خشونت و تندی رفتار کند. را به تقدیم به زبیر جان همچنان باز میره کابل، کابل دیگه ازم یک سر دیوانگان سلامات تقدیم بمی کل دوستای نازنین ایده که تانمت خوش خوشحال باشه. چنین چیزی اصلا امکان نداره. دلیل از این چیز که نا واقعا کن میشن
واقعیت امریست که دوستای عزیز و گرامی این شهروند کشور میافزاید که این گفته ها کاملا نادرست است و مشکل اصلی جای دیگر است. با ادعای این شهروند کشور، انگلستان و یا هر کشور دیگر اروپایی، افغانستان نیست که میترا امانی در مناطق مختلف آن برود، با مردم به زبان محلیش مصاحبه، خنده و گفتگو نماید. چند سال میشه که در خانه نان نخوردی؟ در خانه نان میخورم، قسم جا نمیشود. نه، کل سی وقت نان در سرخان مردم هست که و افسود است که این موضوع اصلی است که میترا امانی را خاموش کرده و هر شهروند دیگر را نیز خاموش میکند. و گفته یه وی اگر میترا امانی در افغانستان اگر گاهی به بدخشان میرفت و گاهی به نورستان، چون وضعیت و شرایط متفاوت بود و آنجا وطنش بود و وی با سنگ و چوبش آشنایی و خاطره داشت. اما در انگلستان و غرب که مردمشان اکثراً آرام، بی حرف و مصروف کارهای انفرادی خودشان می باشند، زمینه برای اینکه کسی برود و با آنها مثل افغانستان بگوید و بخندد وجود ندارد. من نمیرین دوست دو علا بخندی نگمی؟ با جرات شاید تنها درد باشه که تا زمانی که شما با این درد مواجه نشده باشید نمیتونم که این درد احساس بکنید. با ادعای این شهروند کشور اگر میترا امانی پیر شده و تفاوتی در چهره و اندامش ایجاد شده است، تنها دلیلش مسافرت و مهاجرت است. و افسوده است که مهاجرت آدمی را به زودی پیر می کند و در مهاجرت شما هر چیزی که داشته باشید لذت وطن را ندارد و احساس مهاجر بودن، بیگانه بودن و آواره بودن همچنان با شما می باشد. در این میان اما هواداران میترا امانی می گوید که میترا امانی حداقل در یک قالب یک برنامه باید به نگرانی های مردم و علاقمندانش پاسخ دهد و خودش وضاحت دهد که قضیه چیست و چرا این بانوی فعال با استعداد و پرتوان کشور به یک بارگی مهر سکوت را زده و یا زده شده است. به هر حال امیدواریم تا میترای عزیز و تمامی شهروندان کشور ما در داخل و خارج آرام بوده و از گزند و مشکلات روزگار در امان باشند. بینندگان عزیز، شما نیز دیدگاه ها و نظراتتان را با ما و بینندگان ما کامنت کنین. دیدگاه و نظر شما چیست؟ تا برنامه های بعدی همه شما را به خدای پاک و یگانه می سپاریم. دوستان، در اخیر برنامه قرار داریم و تشکر از امروز شما. واقعا یک شب بسیار عالی بود برای ما.